هزاران فرسنگ دورتر از افغانستان. شهر نیویورک ایالات متحده ساعتهای آرام و بی‌هیاهویی را سپری می کنند. روزی که پسانتر تحول تاریخ را رقم می زند. در این روز 4 هواپیما روبوده می شوند و به ساختمان های مهمی در نیویورک و واشنگتن کوبیده می شوند. هواپیمای نخست به برج شمالی مرکز تجارتی جهان برخورد می کند و 19 دقیقه پس هواپیمای دومی به برج جنوبی برخورد می کند. ساختمان ها آتش می گیرند و مردم در سراسیمگی کامل قرار دارند. What came down? We crashed. The other trade center's down. It's down. در آن هنگام جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا سرگرم بازدید از مکتب است که خبر حمله بر آسمان خراش های نیویورک به گوشش می رسد. Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. مهاجمان 19 تن بودند و گفته می شد که با شبکه القاعده که از سوی اسامه ابن لادن رهبری می شد پیوند داشتند. در آن هنگام طالبان بر افغانستان حاکمیت داشتند و اسامه ابن لادن رهبر شبکه القاعده که طراح این حمله دانسته می شد ظاهراً در بخش های از افغانستان و پاکستان به سر می برد. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. یک ماه پس از 11 سپتامبر، آمریکا و ناتو با شعار نابودی القاعده به افغانستان حمله کردند و حمله های هواپیماهای B-52 در هماهنگی با جبهه شمال بر بخش های از افغانستان آغاز می شوند. یولسم از استنبر چې و د افغانستان لپاره ډېر غمیزه واقع و. البته که سړی واقعیت ته متوجه شي، امریکایانو د روسانو په وخت کې خپل دوه اهداف درلود. یو هدف یې دا و چې روسانو ته ماته ورکړي، او بل هدف یې دا و چې افغانستان ته راداخل شي او افغانستان د ځان دپاره یو داسې مرکز وګرځوي چې هغه آسیا ټوله تر خپل سیوري لاندې راولي و او تر خپل تهدید لاندې راولي آسیا. دیری نگذشت که طالبان آخرین پایگاهشان کندهار، ولایتی را که برخاستگاه آنان نیز بود، از دست دادند. دو هجوم آرالا پا کندهار بانید چی مجبولی دل پل وقتی. یو داو چی دا غد تغندی برا تلی دا دیر وقتی سا شروع سلی. پا شار که بیا بعدی اهداف پیشتل و مثلا دا چې دغه د کښل جدید په منطقه کې و چې دلته د طالبانو ډپوګانې وي، په هغو باندې بیا دغه کول، یا دغه طالبانو په کورو باندې بیا هلته دغه کول انداختونه کول. به این ترتیب حاکمیت 5 ساله طالبان در افغانستان پایان می‌یابد. The Taliban regime is coming to an end.
در آن هنگام افغانستان با حضور بیش از 100 هزار نیروی ناتو به رهبری آمریکا در آغاز یک مسیر تازه گام نهاد. دلته راغلی دی مثال دی الته وای چې موږ مثال دلته امنیت راولو موږ دلته آبادی راولو او د دې امنیت او آبادی دغه سو چې مسلمانانو کورونه مثال تلاش کی سخت تلاشی کی. کنفرانس بون در آلمان با حضور نمایندگان کشورهای گوناگون برگزار می شود و حامد کرزی همچون رئیس جمهور موقت گماشته می شود و قدرت را برای 6 ماه به گونه رسمی از برهان الدین ربانی رئیس دولت وقت تحویل می گیرد. اما از طالبان در این نشست دعوت نشد. تصمیم بون چون ما خودم بودم در بون بسیار عجولانه، به 12 روز 13 روز تمام مسئله را حل کردند بدون از اینکه وظایف آمریکا در افغانستان و وظایف افغانها در افغانستان تفکیک شده باشه. همه شوقی از این بودن که زود بیایند اینجا وزیر شوند و رئیس شوند. از او خاطر امید یک حکومتی ساختن که هیچ وقت دستاورد نداشت. افغانستان پس از سالها جنگ دور تازه ای را تجربه می کرد. پس از سال 2002 چندین لوی جرگه در کابل برگزار شد. سربلندی و سعادت مردم افغانستان لوی جرگه قانون اساسی را افتتاح می نمایم. د خپل و خلقو د سیاسی، اجتماعی، اقتصادی او فرهنگی ژوندانه د تنظیم او په هیواد کې د قانون سالاری د لا ټینګښت په منظور د اساسی قانون پر مسوده غور او بحث کوي. در 2 دهه پسین 4 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. دلی خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم د اساسی قانون او د نورو قوانینو رعایت او تطبیق او ساتنه وکړم پس از آن انتخابات پارلمانی برگزار می شود و پارلمان افغانستان نیز گشایش می‌یابد. یک شخص انتخاب می‌کنه که در آینده او بتونه از مردم افغانستان به طور خوب سرپرستی بکنه. مکتب‌ها به ویژه برای دختران باز شدند و جوانان به دانشگاه‌ها راه یافتند. پرچم ملی، انتخابات، آزادی بیان، رسانه‌های مستقل و قانون اساسی تازه با ارزش‌های مردم سالاری بر محور جمهوری اسلامی از بخش‌های برجسته در 2 دهه پسین پنداشته می‌شوند. به نظر می‌رسید افغانستان به سوی پیشرفت گام نهاده است. اما نخستین جرقه های جنگ از ولایت هلمند با رویکرد تازه آغاز شد. طالبان بر رهبری ملا محمد عمر مجاهد، رهبر پیشین امارت اسلامی، دوباره وارد جنگ شدند. با گذشت هر روز نبردهای چریکی و انفجار ماین ها شدت می گرفت. برای ما مردم افغانستان یک قدم بسیار حیاتی و سرنوشت سازی ملی می باشد که ما مردم افغانستان برای آزاد و سری خود، رئیس جمهوری آینده خود و اعضای شورای ولایتی آینده خود تعیین می کنیم. کابل پس از سالها جنگ بر محور توجه جهانیان قرار گرفته بود. سالانه میلیاردها دلار هزینه توسعه و حکومت داری می شد که از کمک های جهانی تأمین می شدند.
از سوی هم نبردها آرام آرام در بخش‌های از افغانستان همچنان ادامه دارند. در ادامه پیکارهای نظامی امریکا، اسامه ابن لادن که طراح حمله 11 سپتامبر دانسته می شد، سرانجام در سال 2011 در هبت‌آباد پاکستان از سوی نیروهای ویژه امریکا کشته شد. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. یک سال پسانتر، طالبان دفتری را به هدف گفتگوهای صلح در دوحه قطر گشایش می‌دهند. در همین سال، ایالات متحده مسئولیت زندان بگرام را به حکومت افغانستان واگذار می‌کند. چیزی که رئیس میگوید این درست که پس که امریکا هیچ حق نداره که به خانه‌های افغان ها بروه و این در بندنشه و تحریری برای ما داده ای رواده کرده یک عبر قدرت دیگه از واجه خود مخالفت نمیکنه و اگر بکنه معاذر است اینکه باید مظاهره های تجیب بکنیم مظاهره نیست صاحب قطع قرارداد قطع قرارداد با کم چیز یک دم قطع قرارداد اینا تعهد کنن که افغان ها را در خانه هاشون میکشن دا جو کی رسره درست چې خو امضا ورسره اینا خو میگن نه بخواد بدل اینا خو امضا کو خودت بعد از اوګه مخالفت کردن ما میدانیم اول اینا ثابت اگر امضا نکنین ما خفه میشه میریم امضا کنین که مسئله فیصله شوه جدی نمیشه پیمان امنیتی آقای کرزی امضا نکرد با آنکه با فشاری سرش بسیار زیاد بود ولی اگر امو درست سنجیده شده می بود و به سطح پایین امضا نمیشد به یقین که او دستاورد خود می داشت مثل که دیگر جهان امرای امریکا پیمان های خود دارن و اونا با فکر پیمان جور کردن و امضا کردن و امروز از بودن امریکایی در مملکت خود راضی هم هستند چون در کارهای داخلیشان در امور داخلیشان غرض ندارن سومین دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. اما این انتخابات به یکی از پرچالش‌ترین روندهای سیاسی افغانستان نیز مبدل شد. امروز ما به خاطر از این آمدیم که اگر خدا بخواهد با این انتخابات تغییری مسالمت آمیز قدرت به وجود بیاید. سرانجام این کشمکش ها پای جان کری وزیر خارجه وقت امریکا را به افغانستان می کشاند. و با پادرمیانی او توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا می شود. اشرف غنی همچون رئیس جمهور و عبدالله عبدالله همچون رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گماشته شدند. افغانان می‌خواهند دموکراسی که کار نه برای برخی بلکه برای همه کند. و هر دو کاندیدا نهایتاً بهره می‌برند از پروسه‌ای که این را تضمین می‌کند. در سوی دیگر جنگ افغانستان که به پیچیده ترین وضعیتش نزدیک می شد در حال مبدل شدن و یکی از طولانی ترین نبردهای تاریخ امریکا نیز بود. از بوش تا باراک اوباما و دونالد ترامپ سه رئیس جمهور ابرقدرت جهان از افغانستان و نیروهای بین المللی در میدان نظامی بگرام که مهمترین پایگاه نیروهای خارجی در افغانستان بود دیدن کردند. The Taliban wants to make a deal. We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal. And they only want to make a deal because you're doing a great job. That's the only reason they want to make a deal.
د افغانستان د خلکو د پرمختګ او اوسایي په لاره کې خپلې هڅې جاری وساتم. د اسلام د سپیشل دین پیروي او ساتنه وکړم او ساتنه وکړم. اما آغاز مذاکرات 18 ماهه و امضای توافقنامه دوحه میان امریکا و امارت اسلامی در حضور نمایندگان 30 کشور و نهادهای جهانی صفحه دیگری را برای سفر 20 ساله افغانستان باز کرد. سرانجام گفتگوهای صلح با طالبان در دوحه و نشستهای مشورتی در مسکو ادامه پیدا کردند. روسیه میتونه در عرصه صلح گام های مهم تر دیگری هم بردارد. اولین توقع ما این است که جو منطقوی و بین المللی بر صلح در افغانستان مساعدتر شود. توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده امریکا امضا می شود. بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، توافق میان افغانان برای ایجاد یک حکومت همه‌پذیر، مسئولیت جهان به ویژه امریکا از هدف قرار گرفتن از خاک افغانستان از مهمترین بخش های این توافقنامه بود که همگانی شدند. از امون روز اولی که امرای طالب ها صحبت شروع کردن، حکومت افغانستان باید اسمی فهمید که یا یک حکومت مشترک ساخته میشه و یا ای که طالب ها به قدرت میرسه. پس از این توافق، نیروهای خارجی مهمترین و فرجامین پایگاهشان را در بیرون از پایتخت در میدان هوایی بگرام ترک کردند. با این همه نبردها در برابر حکومت وقت از سقوط ولایت نیمروز آغاز می شود و در ظرف 10 روز ولایت ها یکی پی هم به دست طالبان می افتند تا اینکه آنان به دروازه های کابل می رسند. شام همین روز بود که نیروهای طالبان وارد کابل شدند. در اوضاعی که دیگر خبری از جمهوری اسلامی، انتقال قدرت، توافق و گفتگو میان سیاستگران افغانستان نبود. ما گفت افغانستان که دوی تا آرامی را ولو، سوله برا ولو، دوی تا اقتصادی و جد برا برو. بسیاری از سیاستگران روزها پیش کشور را ترک کرده بودند. این وضع اوضاع را بیشتر از هر زمان دیگری برای نیروهای امریکایی که هنوز از افغانستان بیرون نشده بودند ظاهراً برآشفته کرد. سرزمین من به سرور و به صدای سرزمین من. انبوه از مردم که برای بیرون شدن از افغانستان بر میدان هوایی کابل هجوم بردند تا اندازه‌ای که شماری از جوانان حتی به هواپیماهای نظامی آویزان شدند و سپس پرت شدند و جان باختند. سرانجام با بیرون شدن آخرین سرباز امریکایی در نهم سنبله 1400 به جنگ 20 ساله افغانستان نقطه پایان گذاشته شد. کتاب این داستان با بیرون شدن اشرف غنی و فرجامین پرواز هواپیمای غولپیکر امریکا برای خروج آخرین سرباز این کشور بسته شد. انجامی که امارت اسلامی آن را پایان اشغال و شکست امریکا می نامد. در آستانگی یک سالگی امارت اسلامی، واشنگتن اعلام کرد که ایمن الزواهری دومین رهبر شبکه القاعده را در یک حمله هواپیمای بی سرنشین در کابل کشته است.
اما این نبرد 20 ساله ظاهراً برای مردم افغانستان سنگین بوده است. جنگی که نزدیک به 140 هزار نظامی و غیر نظامی را کشت. در این جنگ بیش از 3500 سرباز خارجی نیز کشته شدند و امریکا با هزینه بیش از 2 تریلیون دلار از افغانستان بیرون شد. با ورق زدن صفحه جمهوریت، امارت اسلامی صفحه دیگری است در تاریخ افغانستان.